فواد پاشایی رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران از لس آنجلس با ما همراهشان. آقای پاشایی خیلی خوش اومدین. چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی در تدوین منشور مهسا سهم دارن. نظر کلی شما در مورد این منشور چیه و فصل هایی که در این منشور اومده؟ من درود می‌فرستم به شما و برنامه بینندگانتون. من متقاعدم کار بسیار بزرگی بود. شش آدم با نگاه های بسیار متفاوت در نظر سیاسی بتونن بر دور مینیموم ها با هم همراه بشن. ما باید بپذیریم که در این منشور گفته شده که رأی مردم از در آینده تقریبا همیشه رو معلوم میکنه و این منشور فقط راه رو برای همکاری باز کرده. طبیعتا اگر من مطمئنم که هر کم از این شش نفر نظرگاه های سیاسی خودشون رو در آینده خواهند داشت و اون در آینده به انتخاب مردم خواهند گذاشت، ولی مهم این است که بتونن کنار هم باشن، بتونن با هم کار کنن، نیروهاشون رو به حساب در یک خط بیارن. همونجور شاهزاده هم فر بودن، سازمان ها و گروه های سیاسی هستند که فردا باید پلتفرم حرکت رو به حساب مخالفت رو سازماندهی کنن، نظم بدن، انسجام بدن و خوشبختانه این پلتفرم هم آماده شده بود که تا سازمان شورای گذار حزب مشروطه و شورای تسلیم با همدیگه به حساب توافق رسیدن در مورد همکاری در مورد آینده و در مورد گذار از جمهوری اسلامی و هم مطمئنم که این شش نفر این اتحاد رو پشتیبانی خواهند کرد، همین اتحاد اون شش نفر رو پشتیبانی خواهد کرد و این کاری که در آینده حتما انجام خواهد گرفت. من قبل از اینکه منشور بیاد بیرون دیده بودم منشور رو و فکر میکنم که نمیشد که جوری باشد که همه ماها بتونیم سلاحمون رو تو انجام بدیم. این میتونه به حساب مایه باشه برای که این مطلبی که بود کف خیابان منتظرشه، کف خیابان پنج ماه داره فریاد میشه، اپوزیسیون باید با هم متحد بشه و یک دست بشه و باید ما بپذیریم اگر میخوایم این کار رو بکنیم نمیتونیم هر کدومون به تنهایی خواسته های خودمون رو در اونجا بگیم، بلکه باید قبول کنیم ایران آینده مال همه و همه ما باید به حساب خواسته های همدیگر رو یک جوری با هم به حساب بتونیم جوابش کنار بیاریم و این مشروع کاری کرده به نظر من. آقای پاشایی، ما به تازگی شاهد تشکیل ائتلافی از سوی پنج تشکل و سازمان جمهوری خواه برای گذار از جمهوری اسلامی بودیم و حالا هم که این منشور رو داریم، فکر میکنید در آینده امکانش فراهم میشه تا تمام این گروه ها و احزاب و تشکل ها با دیدگاه های مختلف سیاسی بتونن که با هم متحد بشن و ائتلاف متحدی رو تشکیل بدن؟ من فکر کنم پیوستن پنج سازمان جمهوری خواه بنده بسیار کار خوبیه، ولی اون کافی نیست. ما نمی‌تونیم فقط با همفکران خودمون بنشینیم، بلکه کاری که ما امروز با شورای گذار و شورای تصمیم کردیم سه گروه هستیم با سه اندیشه کاملا متفاوت، ولی باز ما هم بتونیم شش نفر پذیرفتیم که باید برای رسیدن به ایران آینده از بابه مینیموم های خودمون توافق کنیم و راه رو برای آینده باز کنیم و در این حال پذیرفتیم که مردم ایران هستن که فردا در مورد نظرگاه های سیاسی هر کم از ماها رأی خواهند داد و ما ملزم هستیم که در ایران آینده رأی بپذیریم. مطمئنم که این منشور و این اتحادی که با سر ارتباط کردم دیگران رو هم تشویق خواهد کرد که برای که به حساب بپیوندن به این حرکت حتما توافق های دیگه در راه خواهد بود که به زودی با همونها برخورد خواهد شد و گفتگو خواهد شد و در یک سو قرار خواهیم گرفت. خب آقای پاشایی، در بخش از منشور اومده که گام اصلی اینه که جمهوری اسلامی رو در جهان منزوی بسازن. فکر میکنید که چه اقداماتی میتونه کمک کنه در این زمینه؟ مثلا ما باید دنیا رو متوجه بکنیم که همه ماها از اندیشه های مختلف در ایران کنار هم نشستیم. ایران آینده ایران نخواهد بود که در اون آنجایی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه سوریه بشود و درگیری و جنگ بین نیروهای مختلف در بگیره و اروپا با آمریکا و دنیای متمدن نباید به ترتیب این که یک با تغییر رژیم در ایران یه مرتبه 5 میلیون مهاجر به سوریه و افغانستان راهی اروپا خواهند شد و باید بدونن که ایرانیان به این بینش سیاسی رسیدن که تونستن با هم کنار بیان مثل هر دنیای متمدن، مثل دنیای غرب اختلافاتشون رو در مورد مسائل ملی ایران کنار بگذارن و اون میتونه دنیا رو مطمئن کنه که باید با این اپوزیسیون با این نمایندگان گروه ها مذاکره کنه و حرف اونها رو بپذیره و به حساب راه رو برای جمهوری اسلامی در حقیقت محدود کنه به جان امروز.